سنگین شاهرای سالنگ. ما مردم در خدمت هستیم شب و روز. سالنگم بند است میگه، حالا نمیدونم چیکار کنم. تو شده اینجا بند هستم، رای زودتر این سالنگ باز باشه. یک 3-4 متر بریده باشه. 3-4 متر بگیم و تلان بخیر پر از جای نیست. اذیتو میکنه، لگد میکنه، یا یه صدای از خودمون در بیاریم میزنن. بعد میگم مثلا شما افغانه کسافت. از افغانی که امریکا رو دوست دارم. خوب میشین شما کشته میشین، آدم های کسافت هستیم. سالنگ بند بعد کوچی است، بند است. بعد بیرون میگفت میزد میکند گوشی رو گرفت، همه کارو کرد. حکومت امارات اسلامی نجات داده شدن. ده په اختیار کو ده ولس په اختیار کې کړی دي. ما برادران ما مردوم رابطه نه میتنیم، ده خانه می موتر ده همی ته خدمت کده است امارات. سلام خدمت تمام شما بینندگان عزیز چینل یوتیوب سوشال میدیا. امیدوار هستم هر جوی از این کره خاکی که هستید جور و سطح و سرال باشید و از گزند روزگار در امان الله متعالی باشید. دوستان عزیز، ما را شیرزه بازم باید گزارش دیگر خدمت شما برگشتم. امیدوار هستم که تا آخرین از دقایق برنامه بیننده گزارش ما باشین و از گزارش ما لذت کامل ببرید. دوستان عزیز، قسمی که گفته شده در این هفته اخیر برف سنگین در سمت شمال بخصوص در شاهرای سالنگ بارش کرده و باریده و همچنان گفته شده که برف تا حد زیاد بوده که بعض از مسافرین زیر برف شدن و همچنان برف کوچه اونجا صورت گرفته. میریم با کسانی که از این راه آمدن و ببینیم که چشم دید از اونا از برف کوچ و همچنان از راهی که فعلا بند است چگونه است. با ما همراه باشین، چینل یوتیوب سوشال میدیا را سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر یاتون را. مسافرین عزیزم در ترمینال اینجا وجود دارند و همراهشان صحبت های می داشته باشیم. سلام، وقتتان بخیر، خوب هستین ان شاء الله؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام، زنده باشین. تشکر، شما خوب هستین ان شاء الله؟ شکر، الحمدلله، بخیر باشین. نامتان؟ جمال الدین محمدی. جمال الدین؟ جمال الدین. جمال الدین عزیز، از کدام ولایت هستین؟ مزار شریف. به طرف مزار شریف بخیر میرین یا اومدین؟ تازه اومدم از ایران. از ایران اومدین؟ بله، از ایران. چقدر وقت میشه که اومدین؟ تازه اومدم، فعلا داخل شیدم. فعلا امروز اومدین؟ من امروز اومدم. آها، اونجا رفته بودین قاشقی؟ بله. اونجا باز رد مرز شده؟ رد مرز شده، فعلا نامده. خواه، گفته شده که به طرف شاهرای سالنگ برفباری شدید صورت گرفته و راه بسته است. نظر شما در این مورد چی است؟ چیزی نظر گفته نمیتونیم باشیم دیگه. چی بگیم؟ تلان بخیر پر از جای نیست، کجا رفتن خنده بگیرم. هیچ جای نیست، بخیر نفر سر به سر خوابیده. آها، اینجا جای بر شما مد نظر نگرفتن؟ نه فعلا هیچ گپ نیست. هیچ گپ نیست. زنده و سلامت باشین، وقتتان بخیر باشه. سلامت باشین. خب میریم کنار مسافرین عزیز دیگر، کسانی که آمدن از اونجا، ببینیم که حرفا و گفته های از اونا در مورد بارش سنگین سالنگ ها چگونه است. از اینکه همه ساله در سالنگ ها برفباری شدید میشه و این بار آنقدر شدید بوده که برتون یادآورم شدم حتی افراد زیر برف کش شدن. و میریم سراغ هموطنان عزیز دیگر ما، مهاجرین عزیز دیگر ما، همراهشان صحبت میکنیم. سلام، وقتتان بخیر، خوب هستین ان شاء الله؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ علیکم السلام، زنده باشین، تشکر، شما خوب هستین ان شاء الله؟ زنده باشین، سلام، بخیر باشین. نامتان؟ میرویس. میرویس عزیز، از کدام ولایت؟ ما از ولایت سرپل. ولایت سرپل. بله. میرین به طرف سرپل یا اومدین؟ نه، میرم به طرف سرپل. میرین از ایران خون اومدین؟ بله، از ایران اومدیم. رد مرز شدین از اینجا؟ راه چطور بود طرف ایران؟ راه بسیار سخت گیری است دیگه. در چند روز رسیدین ایران؟ ما یک هفته میشه. یک هفته میشه که اینجا اومدین یا ایران رسیده بودین؟ نه، در ایران، از ایران رادماس کرد، یک هفته میشه به ترمینال اومدین. خب خب، سوال من این بود که چقدر وقت گرفت که شما ایران برسین؟ تقریبا یک هفته وقت گرفت.
یک هفته وقت گرفت کنجا برسین. گفته شده که شورای بزرگ سالنگ بند شده بر اثر برفباری شدید. چشم دید که اگر شما داشته باشین یا اینکه هموطنان از دیگر ما آمده باشن چی است؟ چیگونه گفتن که برف باریده اونجا؟ ما که ندیدیم، ما ترمینال اومدیم که می‌خواستیم بریم سمت مزار شریف. میگه که سالنگ بند برف کوچی است، بند است. بند است. گفته شده که چندین از هموطنان عزیزم هم جانای شیرین را از دست دادن. ما شنیدیم. از دست دادن. این خبر حقیقت داره. بله. خب با امید از اینکه ان شاء الله به خیر و به خوبی به زودترین فرصت راه سالنگ باشه تا اینکه شما به خانه و کاشانتان برسید. ان شاء الله. به خیر باشین. کدام حرف و پیام اگر داشته باشین. پیام از امارات اسلامی هم است که دیگه برای مسافران یک کم رسیدگی کنن، برفا را چیز کنن دیگه، برفا را بس کنن و رام آزاد شد، آزاد شد که ما بتوانیم تردد کنیم. تشکر، سنده باشین، وقتان بخیر باشین، سلامت باشین. خب بریم کنار هموطن از دیگر ما. سلام، وقتان بخیر. صبح بخیر. خوب هستین انشالله؟ شکر، الحمدلله. و خیر باشین. نامتان؟ نور محمد. نور محمد، از کدام ولایت؟ از پاریاب. از فاریاب هستین؟ از کجا آمدین؟ میریم پاریاب، دو سوره شده اینجا بند هستم، رای زودتر این سالنگ باز باشم و مردم برستم. را دو سه روز سه روز است اینجا؟ سه روز هستم و گیرمانده هستم. گیرمانده هستین اینجا؟ خب گفته شده که شورای بزرگ سالنگ به احتمال برفباری شدید بند شده و همچنان گفته شده که هموطنان عزیزم هم جان شیرین خود از دست دادن. این گپش شما شنیدین؟ شنیدیم، آره شنیدیم، همه چیز شنیدیم. مردم خیلی زیاد بند مانده، همش بی پول ایران ردمر شده، همش بی پول شده اومده اینجا بند مانده است، چند روز شده بند مانده است. ان شاء الله خدا مهربان است که راه دوباره باز شه و شما بتونین به خانه و کاشانتون برسید. شکر، ان شاء الله باز شه دیگه. سلامت باشین. تشکر، وقتتون بخیر باشه. خب میریم کنار هموطنان از دیگر ما، همراه از نام صحبتای می داشته باشیم. سلام، وقتتون بخیر. و علیکم سلام. خوب هستین ان شاء الله؟ خیر هستین، جانکدم جور است. تشکر، سلامت باشین. نامتان؟ نام مراد علی. مراد علی، از کدام ولایت؟ از غزنی. از غزنی هستی؟ بله. اینجا چطور که آمده؟ ما آمده مزار، گفتیم بریم کنرا بند هستن. خب مزار شریف بخاطر شکر میرفتیم؟ خب بخاطر فامیلا بود، گفتیم یک دفعه بریم. خب چقدر وقت شده که شما اینجا هستین؟ گرنیم امروز آمدیم. امروز آمدین؟ از این گفته شده که شورای بزرگ سالنگ به احتمال برفباری شدید بسته شده و همچنان برف کوچ هم اونجا صورت گرفته که هموطنان عزیزم هم جان شیرین رو از دست دادن. از این خبر آگاه هستی؟ حالا آگاه هم نبودیم، من تو آمدیم روز یک نفهمیدیم که اینا اینجا رسیدیم که ملی راه بند است. تشکر، زنده باشین. با امید از اینکه راه دوباره باز شه شما بتونین که برید. تفلک شیرین تا ما آوردین که در این سرما یخشان نزنن. یخ نزنن. تشکر، سلامت باشین. خب با ما همراه باشین دوستان عزیز. ما حرفا و صحبت های از هموطنان عزیزم خدمت شما به دست نشر میسپاریم. ملا راز محمد خنجری، قماندان لوای دوم جاوزجان، میگوید به خاطر جلوگیری از تلف شدن مواشی مالداران در اثر ریزش برفهای سنگین و انتقال علوفه برای مواشی مالداران به قریه ها و ولسوالی های این ولایت، وسایط نقلیه این لوا را آماده ساختند و امروز حدود 5 اراده واسطه این لوا خوراکه های حیوانی مالداران را به شماری از ولسوالی های دوردست این ولایت انتقال دادند. د دفاع وزارت څخه او خصوصا د 209 الفته کلوردو څخه او بیا د شبرغان ولایت دوهم پلی وا څخه دا موټران د مالداران سره کومک سوي دی پلوډي درغزه ورسو ان شاء الله. نو دغه د پاره د خلک تر اغری دی او مور د موټران ور کړی دی مجاهدین ور سره دی ان شاء الله. موږ خپل د ولوس په خدمت کې ما مردوم در خدمت اس مشه بروز هر مشکلی کې باشه لمبراره تقسیم کړه استم ان شاء الله. در شب روز در خدمت ملت خود استاد استم. شاو باشه، روز باشه، هر امکاناتی که ما مردم داشته باشیم ان شاء الله که اینا شریک میسازیم. از سوی دیگر شمار از مالداران از توجه و همکاری مسئولین لوای دوم جوزجان در قسمت انتقال خوراکی حیوانی برای مواشیشان ابراز خرسندی می نمایند. موږ مالداران خلق راغلی دلته کماندان صاحب د لیوی دلته زمر سره حاضر دی، تشریف لري چې هغه نقله وسایت چې صد د په اختیار کې او د ولس په اختیار کې کړی دی چې ما مردم یک موټر پیدا کده نه میتانیسیم. امروز دامی موتر دا ما مردم داده است، ما برادران ما مردم رو رفته نمیتنیم در خانه همی موتر داده است، همی تا خدمت کده است امارت قطی ما بیخی ما خوش هستیم. ما ارز دا امارت سجر خوش حالی دا کماندان صاحب دا لیویت مرسر شکو مکونه وکره مرسر دورو چلیر دا دیپا دا وزارت سجر مرسر شکو مکونه.
گفته است که در پی ریزش برف‌های سنگین در مرکز و بلوچستان‌های ولایت جوزجان، مقام ولایت به تمام ادارات دولتی هدایت سپرده است تا آماده هر گونه همکاری با گیرمانده‌ها و متضررین برفباری باشند. سلام، وقتتان بخیر. وعلیکم السلام. خوب هستین ان شاء الله؟ شکر. بخیر باشین. تشکر. نامتان؟ عبدالحی. عبدالحی. باشنده کدام ولایت؟ سمنگان. سمنگان. چطور که در ترمینال آمدید؟ می‌خواید برین بخیر به طرف سمنگان؟ ما ردیم شدن در ایران. ایران بودین شما؟ چقدر وقت میشه که رادمار شدین؟ ما نو رفتم در تیرا گل که تو درد باز کرد. نو رفتین شما؟ تالیت هم خوب نبود. نه مطلب نه. بخاطر چی میرفتین؟ بخاطر کار غریبی چیز افغانستان. خب بیا خیر باشه، البته قسمت نصیبتان نبود. خب چقدر وقت شده که شما در ترمینال هستین؟ سه چهار روز میشه بجاستم. سه چهار روز میشه؟ گفته شده که راه سالنگ هم به احتمال برف شدید، البته بر اثر برف شدید بند شده. بند شده؟ گفته شده براتون که در حدود چند متر برف باریده؟ خبر نیست، میگه یک سه چهار متر باریده باشه. سه چهار متر؟ حالا سه چهار متر هم بسیار زیاد است. تشکر، زنده باشین. با امید از اینکه دوباره راه باز شه و شما بتونین به خانه و کاشانه‌تان برسید. تشکر، خیر. سلامت باشین. تشکر، وقتتان بخیر باشه. خب دوستان عزیز، بیشترین از هموطنان عزیز ما که در این ترمینال هستن همگیشان از کشور ایران رد مرز شده بودن، به خاطر هستی که هموطنان عزیز ما میرفتن اونجا به حساب کار و بار و ای که دوباره رد مرز شدن اینجا هستن و به وضعیت خراب اینجا به سر میبرن و همچنان گفته شده که هموطنان عزیز ما توسط حکومت امارات اسلامی نجات داده شدن از اینکه در سالنگ همه ساله در فصل سرما برفکوچ شدید اونجا صورت میگیره. خب با هموطنان عزیز دیگر هم اینجا که هستن صحبت های می داشته باشیم. سلام، وقتتان بخیر. سلام، وقت شما بخیر. علیکم السلام. خوب هستین؟ شکر، بخیر باشین. تشکر، بخیر باشین. نامتان؟ مهدی. مهدی. بله. نک شما رد و مرز شدین؟ بله. چقدر وقت میشه که رد و مرز شدین؟ سه چهار روز میشه. سه چهار روز میشه. بله. چقدر وقت شما ایران بودین؟ پنج شش ماه. پنج شش ماه اونجا بودین؟ بله. چه کاروبار میکردین در ایران؟ کار ساختمانی اینا. ساختمانی؟ بله. با چقدر تنخواهتان بود؟ 7-8 میلیون بود. خوب بود، گزاره خو میشد اونجا؟ بد نبود، خوب بود. خوب بود؟ بله. چقدر مشکلات را شما اونجا دیدین؟ مشکلات زیاد بود دیگه، پرسان بود. زیاد بود؟ زیاد بود. بله. چقدر مثلا بین اینجا شما؟ مثلا یه پوش میداد، بعد بیرون میگفت، میزد، میکند، گوشی رو گرفت، همه کار را کرد. پلیسش؟ آه، پلیسش. پلیسش؟ آه، نه، مردم اینه. اردوگاه برد وقت اصلا یه کار کرد که برف سر ما جارو کرد. دور دوش مدشویی رو تمیز کرد سر ما. اصلا کاری کرد که اصلا یه غلط خلاف انسانیت راست. اصلا در قالب انسانیت جور نمیه همچه کارا. واقعا از اینکه ما مشتهیم پلیس ایران با مردم ما و شما با هموطنان از ما همچه رویه میکنه و بیاین یک بار ببینن از امو توریست هایی که ایرانی که چقدر امو خوشخویی و همچنان با امو لبخند ما مردم برمیخورن و ای که مهمان نوازی های ما برمیخوره و میگفتن که اصلا ما توقعی و همچنان از افغانستان نداشتیم که ما ببینیم افغانستان این گونه بوده. بیاین روی مردم ما را ببینن، باز روی مردم خودشان را ببینن، بخصوص از پلیس ایران را. واقعا بسیار جای شرم است از ای که خوش میداد افغانی به ناموس بخدا اما تو فاش بخدا هم اینجوری فاش میده اصلا. خب خداوند هدایت شان بده. چقدر وقت میشه شما در ترمینال هستین؟ ما هم تازه رسیدیم. تازه همین رسیدیم؟ پنج دقیقه نمیشه. آره. چی وقت از ایران رد مرز شدین؟ امروز رد مرز شدین یا اینکه؟ یک شنبه. روز یک شنبه؟ یک شنبه تا اینجا رسید. باز اینجا چطور آمدین؟ چی رقم آمدین؟ میشه که بگوین بر ما؟ چی رقمه؟ تا این خود کابل هست؟ از ایراد آمدیم، از ایراد ماشین مزار سوارس، مزار این چیز سوارسیم چی میگه؟ کابل. کابل، از کابل میره مزار. مزار میرین؟ شما از مزار هستین؟ ما سریپول مزار هستیم. مره بیا انشاءالله با امید از اینکه کاروبار دوباره در وطن جور شد و هموطنان عزیز ما دیگر هیچ وقت با همچون مسئله مواجه نشن. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. واقعا بسیار سخت است از اینکه درد دل هموطنان عزیز ما را مشنویم که با مشکلات بسیار زیاد اینا دست پنجه نرم میکنن تا اینکه برن یک نفقه حلال بر خود بر فامیل خود به دست بیارن. یک انفجار میشد، مردمیش خوشحال میشد، میگفت خوب میشین شما کشته میشین، آدمای کثافت هستین.
آن خبر نفرت دارن از ما. با خدا یک من یک سال یک چپانش بودم یک عرف دیدیم گفتم که ما از افغانی کنم امریکا رو دوست داریم. خدا شاید همینجوری بود. از اینکه با امریکا چقدر در تضاد هستن همیشه وقت اونا کمپاین های و همچنان اتظارات اونا خودش هم بچه خیل نبود بچه خیل باشه سیند سال بزرگ خودش هم واجب بود همینجوری بود. ما از افغانی کنم امریکا رو دوست داریم. اصلا آدم ما خدا شاید میگم همینج گدایی کنم ولی همینج زندگی کنم خدا. خب بیا خیر باشه. سلامت باشه. شکر زنده باشین. سلامت باشین. با امید از اینکه بازم اداره میشم که وطن ما دوباره جور شوه و هم وطنان عزیز ما دیگر این زمینه برشون مساعد نشه تا اینکه برن به کشورهای دیگر اونا مزدوری از او کشورها را کنن. خب خیر درد دل زیاد است. سلام وقتان بخیر. خوب هستین؟ سلامت باشید. ممنون چاکر شما. سلامت باشین. تشکر شما. نامتان؟ میرویس رحمانی. میرویس رحمانی از کدام ولایت زیبای ماست؟ ولایت سرپل ولسوالی سنجاره. چارک بشک سرک ولسوالی خوبش است و از اینکه تمام افغانستان ما خوبش است. خب شما میرین به طرف سرپل؟ آره دیگه به طرف سرپل میخوایم بریم. نکنه که شما رد مرز شدیم. امروز آمدین در ترمینال؟ امروز آمدین در ترمینال. راه سالنگ هم بند است میگه. حالا نمیدونم چیکار کنیم. ببینیم چی میشه. بیا خیر باشه. راه سالنگ خو همه ساله در فصل سرما بند میشه بر اثر برفخوری شدید. بعضی که گفته شدم که برفکوش های بسیار زیاد اونجا شده و هموطنان عزیز ما زیادترشان هم از طرف حکومت امارات اسلامی نجات داده شده. درست. و با امید از اینکه دوباره به خانه و کاشانه تان بر بگردین. اونجا چی مشکلات بود در ایران؟ فضل خدا دیگه مشکلات افغانی که مشکلات دارن دیگه ایرانی از افغانه بعدشون میاد و اذیتشون میکنه. اومدن مثلا تو اتوبوس اذیتشون میکنه، لگد میکنه، یه صدای از خودمون در بیاری میزنن. بعد میگم مثلا شما افغانه که سفر هر فوش بعدی که از دهنشون در میاد و به ما میگه دیگه. هر حرف بعدی که میخواد مثلا بزنن راحت به ما میزنن. داخل اردوگاه باشه چه داخل اتوبوس باشه، بالاخره از ما کل نفرت داره. با اینکه ما افغانی ها میریم کشورشون آباد میکنیم، خدمتشون میکنیم، نان نمکشون میخوریم، ولی نمیدونم اینا چه مشکلی با ما دارن. با افغان هایی که مدرک دارن یعنی ویزه دارن با اونا هم چه رویه میکنن؟ اونا را من که نمیدونم. خودم 7 ساله تهران زندگی کردم. از 14 سالگی رفته بودم، الان 21 سالمه. اونجا من زندگی کردم. من پاسپورت ها را نمیدونم ولی خودم قاچاق رفته بودم. ولی تا جایی که میبینم مثلا از 100% 80% ایرانی ها از افغانی متنفرن. 80%شان. بله. در صفحات مجازی ها میبینین که در اواخر مردم ایران زیادترش میاین افغانستان. بله. و رویه ما رو ببینین که چی گونه است و از اونا رو ببینین که چی گونه است. چقدر گفتین از 14 سالگی رفته بودین اینجا؟ چقدر پشت وطن دق شده بودین؟ دیگه چه بگم والله خیلی دق شده بودین. دیگه از دق آورده بودیم، مجبور شدیم دوباره برگردیم دیگه. بعد خرج خونه رو میدادیم نمیشد برگردیم سری دیگه. پول به دستمون نمی اومد، کارگری و بدبختی. 7 ساله هم نتونستیم، مجبور شدیم دوباره رد مرزمون کردن. بس دیگه برگردیم دیگه. دیگه وگرنه همینجوریش هم 12 سال هم نمیتونستیم بگم، چون کشور ما آباد نیست، کار نیست، چیزی نیست، نمیتونیم اینجا پول درآمد داشته باشیم. دیگه مجبوریم بریم کشور همسایه، حرفاشو بشنویم، توهانشو بشنویم، بالاخره یه چیز در بیاریم دیگه. مجبوریت دیگه، چیکار کنم؟ مجبوریت سخت است واقعا، بسیار سخت است. خب خیر، با امید از اینکه در وطن ما کارها و همچنان زمینای مساعد شود که دیگر هیچ جوان و هیچ هم وطن ما به کشور همسایه نرن تا اونجا که به مو رویه خرابشان بر بخورن. تشکر، زنده و سلامت باشین. خوش آمدین بازم، بسیار زیاد به وطن شما را خوش آمدید میگیم. بخیر باشین، سلامت باشین. خب دوستان عزیز، درد دل از هموطنان عزیز ما بسیار زیاد است و ما به خاطر گزارش از راه سالنگ آمده بودیم، اما بیشتر از هموطنان عزیز ما در اینجا که هستن همگیشان رد و مرز شدن از کشور ایران و درد دل و گفته های بسیار سخت اینا همراه با خود آوردن از اینکه رویه مردم ایران با ما افغان ها چیگونه است. خب خیر، میرم همراه با هموطنان از دیگر هم صحبت میداشته باشیم. سلام وقتان بخیر. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین انشاءالله؟ شکر، سلامت باشین برادر. تشکر، بخیر باشین. نامتان؟ زین الدین امینی. زین الدین امینی، شما منه که رد مرز شدین؟ رد مرز شدم. بله. امروز رد مرز شدین؟
نیرز مسجدی من 3-4 روز میشه. 3-4 روز میشه. بله. کابل چی وقت اومده؟ کابل 2 روز میشه اومدم. 2 روز میشه. دمی ترمینال هستین؟ دمی ترمینال هستیم. بله. آها، چی سختیای چی هنجارا چی مشکلات را شما در اونجا گذشتانده؟ خیلی سختی ها که با کشور مردم هرچی باشه دیگه. سختی خیلی گذشتانده. 8 ما اونجا بودیم، بعد از 8 ما رد و مرد شدیم. آمدیم دروش را شکر است به وطن خودمون آمدیم. آمدیم سر یا مرز بازم خانش آباد ریاست مهاجرین واسه ما کمک کرد. چی کمک کردن مرتان؟ به ما 3600 پول داد، یک کارت مهاجرین داد. همو کمک کرد، پولم نداشتیم. آبت. همو پول داد، کرا کرد، آمدیم تا با اینجا. خب باز با مو کارت هم بعض مسائل دیگه که هست از خرچ خوراک، الوسه و مواد بر شما کمک خواهد کردن؟ در مو کارت درج است؟ حالا نمیدونم دیگه، خودشان گفت به هر خیر به هر چی که هست، ولایتی که هست، گفت به اونجا ریاست مهاجرینش ببرین. بهتون کمک میکنم. درست درست. خوش آمدید میگم بازم شما رو به وطن. از یک شما در وطن آمدین و کنار شما هستیم، همین جای افتخار است و جای خوشحالی است برای ما و شما، و با امید از اینکه دوباره یک کاروبار صحیح برای انداخته شود، تا اینکه شما مجبور نشین و دیگر هم وطنان از ما مجبور نشین که برن به کشورهای همسایه. الهی آمین، خدا بکنه. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین، بخیر باشین. خب دوستان عزیز، تشکر میکنیم از شما که تا این دم بیننده گزارش ما بودین. تا گزارش بعدی که ما را شیرزه خدمت شما برمیگردم، شما را به خداوند یکتا بیامتا میسپارم. وقت بر همه شما خوش، خوشی ها به کامتان، لبخند به لبانتان، خداوند یار و مددگارتان.